سلام گوین سلام حال شما خوب هستین خوب هستین مرسی من در مورد همین سرق جنین میخواستم صحبت بکنم توی آمریکا معمولا ها مخالف سرق جنین هستن ولی محافظه, م... کارا. محافظه کارا ولی موافق مثلا کپیتال پانیشمنت و برعکسش دموکرات ها مخالف کپیتال پانیشمنت هستن و موافق سقط جنین یعنی این موضوع یه جورایی به سیاست گره خورده در صورتی که من این موضوع رو یه حالت انسانی میبینم یعنی اینکه ما اگر برای جان انسان ارزش قائل باشیم نمیبایستی جان انسان رو به هیچ دلیلی بگیریم چه در کپیتال پانشمنت هم فارسی شو بگیم برای که بعضی ممکنه ندارم از اون ادامه ادام یعنی اینکه جان انسان ارزش داره قبلا این بود که ساینس علم پیشرفت نکرده بود و ما برای جنین میباید صبر میکردیم تا این به اون نه ماه برسه که متولد بشه و از نه ماه به بعد وقتی که متولد میشه همه دیگه متفق القول هستن که این یک موجوده اگر مادرش هم بخواد اینو از بین ببره یا پدرش بخواد اینو از بین ببره این حقو نداره ولی قوانین فعلی در آمریکا اینه که تا زمانی که بچه متولد نشده میتونه این عمل سخت جنین انجام بشه و این موضوع هست که خیلی باعث کانتروورسی شده خیلی فیلم هایی در اومده که مثلا چجوری با جارو برقی یه حالت وکیوم مثلا بچه رو میکشن بیرون و مغزش رو متلاشی میکنن تا این عمل رو انجام بدن در صورتی که مثلا خانومی مثلا تا هفت ماهگی هشت ماهگی مثلا حامله بوده و این موضوع باعث میشه که خیلی ها از جمله من مخالف عمل سقد جنین باشیم یعنی اینکه به نظر من وقتی که ما بتونیم بچه رو خارج از رحم نگهداری بکنیم که به بف... اون حالت چیز برسه اینا رو تو دستگاه میذارن که بتونه به حالت اون تکامل خودش برسه عمل استخد جنین به نظر من درست نیست یعنی اینکه بر حال یک حالا من نمیدم به هر کسی یک دلیلی داره برای این عمل بعضی میگن ما نمیتونیم مثلا بچه رو بزرگ کنیم بعضی ها میگن ما نمیخوایم این بچه رو بزرگ کنیم بعضی میگن هر کسی یک دلیلی داره و جامعه باید نسبت به این موضوع حساس باشه و این سعی کنه تا جایی که میتونه جان اون بچه یا جان اون مادر رو نجات بده خب من الان چند نکتاتون چند داره زیاد میشه میشه اشاره جواب نکتهایی که اووردین رو بدم یکی. یکی چند چهار تا نکته اووردی به نظر ما من به عنوان کسی که استاندار اخلاقی می فایده گرایی یا سود گره ما به جای اینکه ملاکمون میارمون جان انسان باشه میارمون چیزی که براش ارزش قائل میشیم خوشحالی و ناراحتی انسانه خب به خاطر اینکه هر جان انسانی به نظر من ارزش دفاع نداره شما مثلا فرض کنید که اه، اه، یه نفر توی مثلا توی ویژیتریان استیت مثلا قرار بگی مثلا یه کسی تو تصادفی اتفاقی براش بیفته که مغزش از کار بیفته مثلا به طور کامل که اصلا میتونه زنده میمونه خب ولی هیچ مغزش فعالیتی نداره ویژیترین state فارسی چی میشه؟ مثلا به حالت یک گیاهی, مثلا گیاهی. مثلا یه... یه حالت گیاهی تو بیمارستان وصل به دستگاه با دستگاه دارن به... مثلا بهش قضا میدن و اینا چیزا ولی هیچ اصلا درکی نداره از اینکه چطور تو... تو محیطش داره میفته مثلا کاملا میتونیم نشون بدیم که این کاملا... این شخص فقط مثل یک گیاه زنده است ولی هیچ درکی هیچ هیچ قابلیت درکی نداره خب ما جدا کردن دستگاه از این شخص که بمیره به نظر من هیچ مشکلی نداره یعنی من فکر نکنم خب علمان... کسی رو بذاری من چهار تا نکته گفتی میخوام همه رو, رو, رو کنم خوب... یکی نه آخر... نه آخر شما چهار میدونیم شما میگین یکی یکی ولی خب چهار تا نکته رو گفتیم نمیشه شما چارت نکته بگیم بعد نوبت که من میشه که یکی یکی بگم هم شما چهار تا دیگه بک با اند فورت بعد بری بریم به نکات بعد با. باشه ولی بعد بعد از این یکی یکی ب... چون شما او او چارت تا نکته گفتیم بعد چارت تا نکته رو شیر کنم بعدش اگه بخواید یکی یکی خب برای همین به نظر من این جان ای انسان برای ما یه اکوی شد جان انسان ب... این نیست که ما داریم دفاع میکنیم ازش برای اینکه جان انسان ارزش دفاع ازش بستگی داره به اینکه اون چه انسانیه آیا انسانیه که خوداگاهی داره خیشتن داره قابلیت درک داره یعنی ما اگه نمیخوایم دفاع بکنیم از یک انسان بالغی که کاملا مغزش از کار افتاده اگه از این نمیخوایم دفاع کنیم خب از جنین هم نباید دفاع کنیم چون جنین هم شبیه اینه یکی یعنی ملاک ما خوشحالی و ناراحتیه نه فقط جان انسان این که وکیوم که گفتین که مثلا کسایی که میخوان نشون بدن که سخت جنین بده رفتن مثلا ویدیو نشون دادن که چقدر مثلا جوری که مثلا جنینا از بین میبرن چقدر مثلا حال آدم به هم میزنه خب من یه چیزی به شما بگم من خیلی موقع ها عمل جراحی قلبم اگه بخوای کسی به نشون بده خیلی حالشون به هم میخوره خب اینکه دیدن پروسس این کار اگه برای خیلی ناراحت کننده هست این به خودی خود, خود معنیش نیست که این خوبه یا بده خب خیلی ها من میدم اگه برن عمل جراحی مغز رو نگاه کنن تومور یک عقده سرطانی رو بخواید در بیاری. و یه چیز دیگه هم که اصلا من اگه اصلا اسمش هم نمیارم چون اگه اسمش رو بیارم خیلی ممکن اصلا حالش اومد بشه فکر بشه این دانش اینا خیلی مفیده انجام دانش ولی اگه کسی ببینه که چجوری انجام میشه حالش من خوبه معنیش این نیست که نباید این کار انجام بدیم چون کسی نمیتونه اینا رو نگاه کنه یه چیزی هم که گفتین گفتین که یک جنین اگه بشه خارج از جنین توی دستگاه نگه داشت برای همین ما باید بتونیم این جنین رو نباید مثلا سخت کنیم و اینا خب من من الان اگه یک پنبه یه چیزی برداریم یک سری سلولای من از, تو د... از توی دیوار داخل دهن من در بیارین یا یعنی اینکه یک سلول پست من, من از من جدا کنیم بذارین روی مثلا پتری یا یه چیزی تو از این سلول هایی که از بدن من جدا کردین الان ما قابلیتش رو داریم که با... توی... با... اگه به دستگاه وصلش بکنیم اینو بکنیم به یک انسان بالغ کامل خب یعنی تک تما... تک تک سلولای بدن من از بدن من جدا بشه حالا سلولای خون نه برای اینکه سلولای خون اون نوکلئوس سلول نداره ولی خیلی از سلولای من یه من الان من یه ذره با ناخونم اینجوری کنم روی ناخونم الان احتمالا یک مقدار از سلوله پوست من وجود داره الان جدا از بدن منه الان من اگه کاری نکنم تو چند دقیقه دیگه این سلولا میمیرن باکتری میاد میخورتشو ولی ما این قابلیت رو داریم که اینا رو جدا از بدن من تبدیل بکنیم به یک انسان بالغ حالا چون این قابلیت رو داره باید توی باید داد دستگاهی دا اینا رو توی محیط بذاریم که این بتونه به انسان بالغ بشه ما باید این الان برای اینا باید حقی قائل باشیم اگه برای اینا حق قائل نمیشیم بر اساس این معیار یک جنین هم چون قابلیت اینو داره که با تو دستگاه و اینا جدا از بدن مادر به یک انسان بالغ تبدیل بشه برای این جنین نباید که حقی قائل بشه بفرمایید تمام در مورد نکته اول ما داریم راجع به قوانین صحبت میکنیم این که یک کسی دچار حالت گیاهی بشه و روی تخت بیمارستان باشه قوانین فعلی اینو میگه که شما میتونید توی وسیعت نامه خودتون بنویسین که اگر من در اون شرایط گیر کردم این دوشاخه رو پزشک بکشه یعنی این که مثلا من و خانومم که وسیعت نامه خودمون رو نوشتیم اینو ذکر کردیم یعنی این جزء قوانین هست امروزه و خیلی از افرادم این چیز رو می ولی اگر کسی این قوانین رو ننوشته باشه باز این در اختیار اون پزشک قرار میگیره که با خانوادهش صحبت بکنه و بگه که من از لحاظ قسمی که خوردم برای پزشکی نمیتونم که جان این رو بگیرم ولی امیدی به این نیست و شما به عنوان مثلا نزدیکان این طرف چه تصمیمی دارین؟ آیا میخواین اینو ادامه بدین؟ یا میخواین که نه زودتر مثلا راحت بشه؟ این هست ولی در مورد این مثالی که شما زدین که اگر یه مقداری از پوست ناخون منو بگیرن و این پوست میشه به یک انسانی مثلا با حالت کلون کردن و اینا تبدیل بشه و اینا این یه مقداری من فکر میکنم که داریم بیشتر از حد موضوع, موضوع مورد بحث قضیه رو تعمین میدیم موضوع مورد بحث اینه که یک جنینی در بدن یک خانومی هست که قلبش زربان داره و اینو میشه دو حالت کرد یکی اینکه وکیوم و انداخت بیرون کشید از بین برد یکی اینکه میشه اینو متولدش کرد و در یک دستگاه گذاشت که رشد بکنه و برای نگهداریشم هم توی امریکا حداقل کسانی هستن که داوطلبن که این بچه ها رو به سرپرستی قبول بکنن و یک زندگی خوبی بهشون بدن اینجا اینه که به نظر من این تصمیم که بخوایم اون بچه رو از بین ببریم با هر چیزی جور در نمیاد یعنی این موضوع رو در این حد ما باید بهش نگاه بکنیم نه در حد اینکه اون بچنین جنین که قلب داره و قلبش داره میزنه با مثلا سلول ناخونه من یکیه پس اگر من سلول ناخونم اون بندازم کنار و دو تا باکتری از بین ببره اون بچه هم در میارم میندازیم کنار و حالا چون بزرگتره یه حیبون بیاد بخورتش این به نظر من یه مقداری تعمیم دادن موضوع بود ام این که نکه اولی که گفتین در توی قانون چی هست و وصیت نامه این وصیت نامه از بس بسگی به کشورش داره بسگی به جاش داره که قانون چی هست خب وصیت نامه هم خیلی جاها وقتی که یه نفر می نویسه از خانوادهش شده درخواست میکنه که چیکار میکنه ولی در نهایت اگه یک, یک نفری بتونیم بگیم کاملا از لحاظ درک مرده ولی فقط به صورت گیاه زندگی میکنه این تصمیم خانواده است که بخواین اینو جدا بکنن یا نکنن خب و این قابلیت هم دارن که کاملا جدا کنن تازه اگر هم بخوان جدا نکنن بعد رو بدن برای اینکه دیگه دولت میگه که خب این که مرده دیگه حالا از از گیاهی به نظر زنده است ولی از از درکی که مرده شما اگه بخواین نگهداری شما باید خرجش یه جوری بدید اگه نتونیم بدیم ما جدا میکنیم برای اینکه جدا کردن این شخص از دستگاه و مردن این شخص قتل و جرم دیگه حساب نمیشه تو خب یعنی این اگه درخواست یک خانواده هست که اینو زنده نگه دارن و بتونن هزینه اشو بدن که نگه دارن خب بله درخواست خانواده است میتونن نگهش دارن خب ما یه گیاه هم میتونیم اگه مدلمون بخوام میتونیم زنده نگاه داریم آبش بدیم ولی اگه کسی آبش نده مرد این جرم حساب نمیشه خب یعنی این به خاطر امیال شخصی خودم خانواده است ولی میگم هر چیزی که خانواده تصمیم بگیره چه به خاطر درخواست وصیت نامه یا یا بر, بر اساس دلیل شخصی خودشون اگه این کار انجام ندن کسی اگه تصمیم گرفته بشه که ما اینو از دستگاه جدا کنیم و این بمیره حتی اگه خلاف میل شخصا بود خب یعنی اگه واسه گفته بود من از دستگاه جدا نکنید و اینا گفتن که ندیگه ما نمیتونیم خرج تو بدیم جدا کنیم کسی اینا رو زندان نمیندازه کسی نمیاد بگه شما قتل انجام دیدی و اگه جاهایی هم وجود داره که این جرم حساب میشه ما ما که نمیگیم هر چی قانون خوبه خب ما داریم تایپس میگیم قانون خوب چیه قانون بد حالا اگه یه جای قانون داشتن که به نظر ما قانونش بیجا بود این چون این قانونه معنیش نیست که خوبه خب ما داریم تصمیم میگیریم چه چیزی به جا هست چه... چه, قانونی به حق هست و چه قانونی به حق نیست این حرفی هم که شما زدین که میگین این سلولای ما فرق داره با جنین خب شما ولی ما از این لحاظ خب معلومه که فرق داره خب این سلولای من این جنینه اه... ولی ما چیزی که شما معیارش کردین که دلیل اینکه جنین حقی باید داشته باشه برای زنده موندن توی اون موز... توی اون مورد میاره شما با میاره سلولای پوست من هیچ فرقی نداره شما خب میتونیم بگین فرق داره این جنین قلب داره قلبش تپش داره خب اینا حرف احساساتی خب قلب تپش میاره شما که تپش قلب نبود که این باید جدا باید حق داشته باشه خب, تپ... خب تپش قلب از چه لحاظ آیا تپش قلب میاره حق دادن به یک موجوده خب اگه اگه تپش قلب میاره خب پس ما باید همون حقوقی رو که برای جنین قائل میشیم باید برای یه خوک هم قائل بشیم یا اینجوری اونم قلب داره خب معیار چیه میدونم که شما خیلی میگن خب اینا فرق داره میگن که قیاس ملفارقه نه اگه که معیارها دقیقا توی اون مثالی که شما زدین با معیارها یک مثالی که من زدم کاملا یکی باشه مثال کاملا درستیه شما معیاری رو که قال شده استفاده کردین که چرا یک جنین باید این حق زنده موندن رو داشته باشه این بود که قابلیت رو اینو داره خار... که خارج از جنین با... به وسیله یک دستگاه زنده بمونه و یک به یک حسان بالغ تبدیل باشه و امکان این داشته باشه که زندگی خوبی داشته باشه یک زندگی مرفه خوبی یعنی این قابلیت رو داره خب سلولای پوست من هم تمام این, م... تمام این لیست میارای شما رو داره تمام اینو داره حالا شما یه چیز بعدش اضافه کردین که تپش قلبه خب آیا همین حقوق رو برای خوکم قائل میشین خب... یعنی من باید بیام ببینیم که چه چیزی هست چه فا... من من میگم فاکتوری که من دارم تعیین میکنم خدا... خداگاهی و خیشتن آگاهیه خب یعنی من میتونم نشون بدم که جنین چی داره چ... چی هست که یک انسان بالغ داره که جنین نداره که ما براش حقوق مختلفی قائل میشیم م... ولی اگر کسایی که میخوان بیان بگن که نه جنین حقوق باید برای جنین قائل بشیم من بعد ازشون بپرسم خب معیار از... یعنی چیزی رو که تعیین میکنه که یک ی... ی... یک موجود حقوق داره میارتون چیه وقتی میگن میارتون اینه من مثالای میزنم که چیزای دیگر رو میزنم که اونا اینو دارن بعد ازتون میپرسم خب آیا برای اینا این حق رو قائل میشین یا نه بفرم به ما راجع به حقوق انسان داریم صحبت میکنیم نه حقوق حیوانات و وقتی که راجع به حقوق انسان داریم صحبت میکنیم در مورد اینکه آیا انسانی حق داره انسان دیگری رو از بین ببره داریم صحبت میکنیم نه اینکه آیا انسانی میتونه انسان دیگری رو با ناخونهای دستش به وجود بیاره این دوتا مسئله مختلفه یعنی اون مثالی که شما میزنین با این مثالی که یک جنینی در بدن یک مادر هست فرق میکنه خب شما مسلمه این که اگر یک نفر گیر بیارین که حاضر باشه مثلا ناخون دست شما رو کلون بکنه و از طریق اون شما رو کلون بکنه که معلوم مطمئن نیستم علم امروزی به اون درجه از پیشرفت رسیده باشه که این امکان پذیر باشه من مطمئن نیستم حالا شما میگین هست چیزه ولی من فکر میکنم این موضوع کاملا با این موضوعی که یک جنینی در بدن یک انسان دیگه ای داره رشد میکنه فرق میکنه و من این هست که یه دی میگن که در کجا یک انسان یک انسان میشه یه دی معتقدن که وقتی که زربان قلب شنیده میشه یه دی معتقدن که وقتی که بچه به دنیا میاد اون حق و حقوق باید داشته باشه من خودم شخصا این چیز رو دارم با توجه به علم امروزی اگر ما بتونیم اون جنین رو خارج از رحم مادر به نگهداری کنیم که به تکامل کامل برسه اون جنین باید حفظ بشه اگر امکاناتش وجود داشته باشه و این حق باید به با اون جنین داده بشه که به صورت یک انسان رشد بکنه من تا مراتب من متوجه هستم خب میدونین چجوریه من نمیدونم شما پدر هستید یا نه آدم من تا وقتی که خودم بچه نداشتم پدر نبودم احساساتم کلا فرق میکرد نسبت به این موضوع و همسرم هم همینطور وقتی که آدم راجع به کسان دیگه رو بچه های دیگه داره صحبت میکنه خب احساسش فرق میکنه ولی وقتی که بچه خودش رو که ببینه کاملا تمام از میشه و حرف من کلا همینه که یعنی اینکه در جامعه باید جان انسان اهمیت داشته باشه چه من با مجازات اعدام مخالفم اون طرف قضیه و این طرف قضیه هم با سقط جنین آن من مخالفم که یعنی اینکه طرف میگه من نمیخوام حالا میخوام سقط جنین داشته باشم و میارم هم علم اگر بشه جنین و خارج از رحم نگهداری کرد به نظر من باید اون چند و به اون بچه داد که رشد بکنه خیلی ممنون دیگه, م... من حرف دیگه ای ندارم باشه باشه من فقط ام... یه اشکال نداره ج... ام... یه ندارم من... ب... ام... شما گفتیم ما داریم درباره حقوق انسان صحبت میکنیم نه حقوق مثلا غیر انسان و اینا اتفاقا من مشکلم همینه ما من میگم حقوق ما یک مشکل یه, یه چیزی رو که میخوایم جایگزین بکنیم بر اساس روشی که ها دارن فکر میکنن به حقوق فکر میکنن ما میگیم ما من فکر میکنم که حقوق بر اساس اینکه آیا چیزی تعریف انسان داره یا نداره نباید باشه حقوق هم اخلاق هم حقوق میدونم دو تا چیز مختلفیه ولی جفتش استانداردهای جفت اخلاق و حقوق بر اساس قابلیت خوشحالی و قابلیت زجر باید باشه نه بر اساس اینکه ما از لازم مثلا زبان از لازم مثلا به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی یا به زبان دیگه تصمیم گرفتیم چه چیزی رو انسان تعریف کنیم و چه چیزی رو انسان تعریف نکنیم خب یعنی مهم قابلیت زج و قابلیت خوشحالیه برای اینکه همینجور که من گفتم اون انسانی هم که مثلا کاملا گیاهی رو تخت بیمارستانه اونم تعریف انسانو داره و من برای اون ز... ناراحتی و زجر و اون من برایش مهم نیست برای اینکه قابلیت زجر ناراحتی نداره برای اینکه تعریف انسان داره ولی یک حیوان مثلا من برام مهمتره تا اون برای اینکه یک حیوان قابلیت زجر و خوشحالی رو داره ولی یک حیوان یک انسانی که کاملا گیاهی الان زندگی میکنه این قابلیت نداره برای همه ما کلا قوانین به نظر من باید بر اساس اینکه آیا یک چیز تعریف انسان داره یا نداره رو باید به نظر من بذاریم کنار بعد یه چیزی هم که گفتین آها یه خیلی تایم البته اینکه تعریف انسان چیه خب سلولای بدن من هم جدا از بدن من تعریف انسان رو دارن من فکر کنم خیلی منظورشون تعریف یک شخصه نه تعریف انسان و بالاخره اینم هم سلولای انسانیه سلولایی که از با... پوست بدن من جدا میشه یعنی خیلی هم میخوام بدونم که چه موقع ما داریم به یک درباره برای... نه درباره یک انسان داریم درباره یک شخص صحبت میکنیم خب و منم بر همین میگم خب یک جنین نمیتونه یک شخص باشه چیزی که خداگاهی یا خیشتن آگاهی نداره شخص نیست شخص بودن از بعد از این مدتی به وجود میاد بعد یه چیزی هم شما دوباره اه اه تمرکز کردیم به اینکه مثالایی که من زدم فرق داره با چیزی که شما دارین میگین خب بله من میدونم که فرق داره اگه فرق داشت خب میشدن یکی موضوع اینه که آیا, آیا فرق دارن تو معیارهایی که شما تعیین کردین یا نه خب موضوع یعنی من چیزی رو که سعی کردم دارم نشون میدم حالا نمیدونم یا موفق شدم یا نشدم این بود که توی اون معیارهایی که شما استفاده میکردیم برای اینکه برای یک جنین حق قائل بشین تو اون معیارهای تو خیلی چیزا با هم فرق دارن معلومه ولی تو اون معیارها اینا با هم فرق نداشتن موضوع... موضوع من موضوع صحبت من این بود بس آخریم که کردیم که گفتیم خب نه من پدر نیستم شما پدر هستین یه احساساتی رو دارین که من ندارم ولی خب ببینیم ما وقتی که میخوایم سیاست تعیین بکنیم قانون تعیین کنیم استاندارد تعیین کنیم باید بر اساس محاسبات باشه اه, که, که چه چیزی از محاسبه بکنیم برای جامعه سود بیشتری داره و جلوی ناراحتی بیشتری رو میگیره و اتفاقا این احساسات شخصی رو ما باید بتونیم از اینا جدا بکنیم این مقدار خب برای اینکه خیلی موقع ها احساسات شخصی ما ممکنه بعضی موقع به ما نتیجه خوب میده بعضی موقع به ما نتیجه بد میده مثلا فرض کنیم به یک... من اگه مثلا یک پدر بودم و مثلا پسرمو یه داعشی کشته بود من ممکنه از لحاظ احساسی نتیجه بگیرم که بدون دادگاه بدون وکیل همه اینا رو حتی اگه یک ذره هر کسی یک ذره وصل بود به داعشی رو اینا رو با شکنجه بکشیم ممکنه همش حرف نظری داشته باشم خب ولی از لحاظ کسی که مثلا بخواد بیا تعیین بکنه که قانون چی باشه سیاست تعیین بکنه برای جامعه ما میدونیم که این ر... حتی اگه اه... میتونیم برای این شخص رو قضاوت نکنیم چون میدونیم مثلا چه احساساتی داره ولی میدونیم که آمار و تحقیق و اینا نشون داده که این روش خوبی برای مدیریت یک جامعه وجود نداره یعنی ما باید بتونیم یه مقدار احساسات رو بذاریم کنار بیایم به طور طولانی مدت محاسبه بکنیم که چه استانداردهایی برای جامعه یعنی حتی یه نفرم داعشی بود اگه دستگیر شده باشه و سلاح دستش نباشه باید این شخص بتونه بیاد ما باید با... نمیتونیم همینجوری هر کاری دلمون بخواد با این شخص بکنیم باید یه دفاعی بتونه از خودش بکنه یه وکیلی داشته باشه یه قاضی بیاد نشون بده که این مسئله سرعت داریم که عضو بوده و اینا یعنی همینجوری میدونیم که اینا روش های بهتره یعنی احساسات ما باید بذاریم البته نمیشه همه رو احساسات رو گذاشت, گذاشت ولی باید بتونیم یه مقدار اینو رو بذاریم که شما اگه میخواین من دیگه بعد از این جواب نمیدیم من فقط توی چیز دیدم که خانم شقایق یک از من داره من نمیخواستم بی ادبی کنم اگر سوالی هست خوشحال میشم جواب بدم باشه من سب کنیم ممنون از هومن و میلا به خاطر سوپر من الان این کامنت شقایق کجاست هایلایتش میکنم که شما زرید اینه بفرمایید شما میخواین جواب بدین رامین که من آرمین هم شقایق جان رامین کیه؟ خب اینو بپرسید میگه رامین نوابی منظور آرمینه آرمین نبه. میشه از آقای گلن بپرسید نظر کلی مجاهدین خلق در مورد سخت جنین چیه و حقوق انسانها رو چجوری تعریف میکنه وقتی رحم ها رو تخلیه میکنن و اجازه بارداری و ازدواج ندارن من, من یه چیزی به بقیه بگم من الان چه میخوام بر... آقای گلن هرچی گفته من دیگه جواب نمیدم چه میخوام برم سراغ که کسای دیگه بعد از... من نمیخوام بحث مجاهدین رو تو این موضوع بیارم چون یه موضوعی که اصلا با مجاهدین فرق داره ولی فقط کلی برای خانم شقایق اینو بگم که جمهوری اسلامی با در دست داشتن بلیون ها دلار از ثروت مملکت و میلیون ها دلار در سال خرج در شیطان سازی از مجاهدین میکنه و این چیزی که ایشون نوشتن که رحم خانم ها رو تخلیه میکنه اینا دروغ محض و یک روشی که از شیطان سازی میاد و هیچ جا این اصلا من بخوام راجع به این موضوع صحبت کنم واقعا یه حالت چیزی داره برای من که آدم چجوری بیاد مثلا به یه چیزی که دروغه بخواد جواب بده ولی در مورد این که نظر کلی مجاهدین در مورد سقط جنین چیز و اینا من سخنگوی مجاهدین نیستم و من طرفدار هستم این رو انکار نمیکنم و موضوع سقط جنین به نظر من همونطوری هم که در بیشتر ادیان اومده سقط جنین البته اسلام پذیرفته یعنی در ایران حتی سقط جنین انجام میشه یه نوعی یه نوعی انجام نمیشه من نظر خودم و شخصی خودم رو در این مورد دارم میگم که به عنوان یک بی خدا من مسلمون نیستم مسیحی نیستم کلیمی نیستم به عنوان یک بی خدا فقط انسانیت رو در نظر بگیرم نظر من اینه که اگر بچه بشه که در خارج از رحم به تکامل برسه سخت جنین نباید بشه. این نظر شخصی خودم ولی در مورد این سوالشون دیگه بیشتر از من جوابی ندارم بدم به جز اینکه اینکه تخلیه رحم و اینا همه دروغ محضه من الان خیلی نمیخوام وارد مجادله بشم مقدار از از این موضوع خسته شدم ولی من فقط برای شفافیت بگم که آقای گلن این یه مقدار حامی هستن از مجادله خلق با اینکه خودشون عضو نیستن و من مخالفم ولی یه مقدار از این بحث میخوایم بگذریم اگه بشه امروز ممنون از شما آقای, شما آقای گلن خیلی ممنون که اومدین بالا فعلا خداحافظ خداحافظ